ثابت کنن مرد نبردن روبروی دنیا تنها بودن اما صحنه رو خالی نکردن اما صحنه رو خالی نکردن ایستادن تا یادمون بمونه باید تو مسیر نور باشیم ایستادن تا یادمون بمونه باید تو مسیر نور باشیم پیروزی برای مؤمنینه پیروزی برای مؤمنینه شرطش اینه که صبور باشی دم نزدن از ترس و ضعف و تسلیم دشمن و نابود کردن با سر بلندی تو اوج تحریب مدیونیم به استقامت شهیدا مدیونیم به شیر بچه های مولا مدیونیم مدیونیم رفقا مدیونیم به شهدا مدیونیم به شهدا مدیونیم مدیونیم به شهدا 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 یه بار همه میگن مدیونیم به شهدا مدیون جانم به شهدا مدیونیم به شهدا از جون و جوونیشون گذشتن تا پرچم دین زمین نمونه الگوی تمومی شهیدا اون مادریه چقدر کمونه زهرا برای دفاع از دین هم جونش و هم جوونش رو داد اونجایی که پشت در زمین خورد اون روزی که بین کوچه افتاد داد کشیدن پس ما چرا بی دردیم حالا که تو میدونیم معلوم میشه مردیم یا نامردیم مدیونیم به طول تک تک شهیدا مدیونیم به قطر قطر خون زهرا مدیونیم مدیونیم رفقا مدیونیم به شهدا مدیون جانم مدیونیم به شهدا مدیون خوش آن مسافر که منزل ندارد خوش آن مسافر که منزل ندارد که دل دارد و پای در گل ندارد لبیک یا حسین لبیک یا حسین
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آی مردم منتظر حاج قاسم آمد، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حاج قاسم عزیز خوش آمدی، حاج ابو مهدی عزیز خوش آمدی، شهیدان مردان میدان اعتقاد خوش آمدید. حاج قاسم جان ببین، این مردم ساعت هاست به عشق شما اینجا نشستند و ایستادند و منتظرند. لبیک یا حسین گفتند که میگن با شما هم عهدند و همچنان خواهند گفت. پشت سر ولی امر ایستادند و گوش به فرمان امر آقا هستند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی فرزندانمون رو قاسم سلیمانی تربیت میکنیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی منتقم خون قاسم سلیمانی هستیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی این مسیر رو ادامه خواهیم داد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی دشمن بداند این دیار هر چقدر هم که زمان از او بگذرد دیار شهید پرور است. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی مردم ما از نظام، از انقلاب و از رهبرشون حمایت میکنن تا همیشه. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ما یعنی آمریکا بداند، یعنی اون رئیس جمهور منحوسی که بردن نامش رو در این حرم زیبنده نمیدانم، رئیس جمهور آمریکا را میگویم، بداند که گور خود رو کند با شهادت شهیدان عزیز ما. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. همه دنیا بدانند ما پشت سر رهبرمون هستیم. ما انتقام میخواهیم، انتقامی سخت اما به امر فرمانده معظم کل قوا. ما پیش از او گامی بر نخواهیم داشت. ما بصیرت رو از قاسم سلیمانی یاد گرفتیم. لبیک یا حسین. آسمان هم باریدن گرفته است در لحظه ورود شهیدان، در لحظه ورود شهید قاسم سلیمانی، در لحظه ورود شهید ابو مهدی المهندس، در لحظه ورود آسمان مشهد علی ابن موسی رضا هم باریدن گرفته است. به نام نامی سید الشهدا، هم عهد با قاسم سلیمانی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حاج قاسم جان، حاج قاسم جان، حاج قاسم جان، ممنونیم که آمدی. این مردم، این مردم، مرد بر آمریکا، مرد بر آمریکا، مرد بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل.
شود. ما با علی ابن موسی رضا عهد بستیم، ما با علی ابن موسی رضا مردم عهد بستیم. هر کی عهد بسته دستشو بیاره بالا، دو تا دستشو، مشتای گره گردتون رو. ما با علی ابن موسی رضا عهد بستیم که تا گرفته شدن انتقام خون عزیزانمون از پا نخواهیم نشست. ما عهد بستیم با علی ابن موسی رضا، اما عهد هم میبندیم که پیش از ولی، پیش از فرمانده معظم کل قوا پیش نخواهیم رفت. لبیک یا حسین ما، یعنی یاد گرفتیم اتحاد بخشی و انسجام بخشی رو از حاج قاسم سلیمانی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مقام ها و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اینجا هستند. تولیت معزز آستان قدس رضوی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای مروی، خیلی زحمت کشیدن، خیلی هماهنگی کردن، خیلی پیگیری کردن. مردم، که شما اینجا تو حرم امام رضا حاج قاسم سلیمانی رو ببینید، از استاندار محترم، از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، از نماینده محترم ولی فقیه و ریاست ارجمند بنیاد شهید انقلاب اسلامی، از سردار غیب پرور عزیز و بزرگوارمون، از قائم مقام محترم آستان قدس رضوی، از شخص سردار حسین سلامی، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حرم امام رضا جانمون نام بیبرم، از سردار قاآنی، نایب شایسته حاج قاسم سلیمانی نام میبرم، از رهبرمون ممنونم که انقدر زود فرماندهی روی قدس سپاه رو معرفی کردن که ندای این مردم همچنان بلند است: ای رهبر آزاده، ای رهبر آزاده. در حضور حاج قاسم باز هم فریاد میزنیم و مرگ و ننگ رو نثار میکنیم به قاتلان ددمنش، وحشی و ناجوان مرد، نابخرد و جاهل حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی و همه. بانگ برمی آوریم: مرگ بر آمریکا. از تولیت معزز آستان قدس رضوی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای مروی، اجازه میگیرم که ما دقایقی مداحیمون رو ادامه بدیم و این شور و حال ادامه پیدا بکنه و بعد تولیت معزز آستان قدس رضوی با شما مردم شهید پرور دقایقی صحبت بکنند. هر که دارد هوس کرب و ولا و آماده شنیدن نوای گرم ذاکران است، آماده باشه و بگه: یا حسین، یا حسین، یا حسین. بلند شو علم دار، علم رو بلند کن، بازم پرچم این حرم رو بلند کن، واسه بچه‌هایی که چشم انتظارن، میخوان مثل من سر رو شونت بذارن. صدا تو بلند کن، بفهمم که هستی، هنوز زنده ای و
چشات نبستیم واسه اون نگاهی که مونده برایت. امیدوار الان دم خیمه گاید، امیدوار الان دم خیمه گاید. بلند شو علم دار، علم رو بلند کن، بازم پرچم این علم رو بلند کن، با سمت که گایی به تو تکیه کردم. تو از خیمه رفتی چقدر گریه کردم، تو از خیمه رفتی چقدر گریه کردم. دلت آماده است فقط یه بند دیگه شو بخونم، بعضی ها دیگه الان حال خودشون رو نمیفهمن، فقط دارن گریه میکنن. بلند شو علم دار. به به دارن میارن سردارا. خواهی گریه کنی این حاله بزنی بسم الله. بلند شو علم دار، به این آه جان سوز، به کوری چشم اونایی که امروز. ای حسین، ای حسین، ای حسین، همه بگید حسین، 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 حسین. حاج قاسم آوردن، به به، پرچم علمم رو تابوتشه. چقدر آرزو داشتی صحنه رو ببینی و گریه کنی. دیگه الان که از اینجا رفتی به همه بگو من کربلا بودم، ظاهر کربلا اومده تو حرم امام رضا. یه بند روزه بخونم و سیله بزنیم. بلند شو علم دار، به این آه جان سوز، به کوری چشم اونایی که امروز میخوان زینبم رو بدن زجر آزار، توی شام و کوفه، توی کوچه بازار. یه مردم دیدن حسین خم شد، یه شیعی ها از رو زمین برداشت. بعضی ها فکر کردن حسین قرآن پیدا کرده، هی به چشمی ماله، هی تو بغل میگیره، هی به سرش میذاره. تا نگاه کردن دیدن دست قلم شده ی عبازه. ای حسین، ای اهل علم میر و علم دار نیامد. ای سقای حسین سید و سالار نیامد، ای اهل حرم. همه بخونن، همه بخونن. دقایقی تشکر و هر آن چیزی که مد نظر تولیت معزز آستان قدس رضوی
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مروی عزیز و بزرگوار ما هست. این خادم الرضا، این خادم الشهید برامون خواهند گفت. خواهش میکنم احترام کنید، هم به احترام حاج قاسم عزیزمون، هم مهمانان بزرگوارمون، هم تولیت معزز. الهی که عاقبت به خیر بشه، به حق این هنگام اجابت دعا یعنی وقت باران، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. يا بقية الله آجرك الله، يا سامن الحجج علي بن موسى الرضا آجرك الله، پیکر پاک و قطع قطع شده خادم حرم به آستانت را امشب در اینجا آوردن. رهبر بزرگوار انقلاب، رهبر عزیز انقلاب آجرک الله. مردم عزیز، مردم شهید پرور و قدر شناس، خدا به شما عزت و عظمت و برکت عنایت کند. تشکر می کنم اولا از خانواده شهید سردار بزرگ قاسم سلیمانی که به تقاضای مردم ولایت مدار و انقلابی و قدر شناس مشهد پاسخ دادند و این فرصت را در اختیار مردم مشهد و اطراف مشهد قرار دادند که بتوانند با حضور در تشییع جنازه و تشییع پیکر این شهیدان عزیز مراتب قدر شناسی خودشان را از این سرباز بزرگ اسلام و فرزند انقلاب و ایران ابراز بدارند. تشکر می کنیم از شما مردم عزیز مشهد، مردم انقلابی که از ظهر تا کنون خودتان را در این مسیر قرار دادید تا بتوانید از این سردار بزرگ قدر شناسی کنید. تشکر از مردم اهواز، تشکر از مردم عراق که دیشب ساعت 2:30 در نجف اشرف مردم از پیکر این شهیدان عزیز و گرانقدر ابراز محبت کردند و تشییع نمودند. دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام، رئیس جمهور ابله آمریکا، این جمعیت میلیونی رو ببین. تو کوچکتر از آن هستی، تو حقیرتر از آن هستی که بتوانی با یک ملت انقلابی و مؤمن و ایثارگر در بیفتی. تو با این جنایت بزرگی که انجام دادی خودت را در باطلاق بزرگی قرار دادی و امیدواریم که روزی به همین زودی ها تو را در معرض عقل شدن در این باطلاق کثافت و نجاست که خودت آن را آفریدی غرق بشوی. مردم عزیز ایران با خون این شهدای بزرگ به هیجان آمدن. امام رضوان الله تعالی علیه که زیبا فرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. با قطره قطره خون این شهدای عزیز روح زندگی و حیات در جامعه اسلامی ما دمیده شد. ما با این شهدای عزیز عهد و پیمان می‌بندیم.
که تا آخرین نفس و تا آخرین نفر راه نورانی این عزیزان را و راه نورانی حاج قاسم عزیز را ادامه بدهیم. یا علی ابن موسر رضا، سربازی و خادمی از خادمانت آمد به زیارتت. علی ابن موسر رضا، اما این دفعه این خادم با بدن قطع قطع آمد. علی ابن موسر رضا، این دفعه خادم به زیارتت آمد، اما امانند عمویت عباس با دستهای قطع شده آمد. حضرت علی ابن موسر رضا سامن الحجج، این دفعه این خادم و این فرزند بزرگ اسلام و انقلاب به زیارتت آمد، اما با بدن خون آلود آمد. علی ابن موسر رضا، این فرزند رو بپذیر. علی ابن موسر رضا، به ما توفیق عنایت کن که راه نورانی و راه سعادت بخش و عزت آفرین این شهیدان عزیز و گرانقدر را توفیق ادامش رو پیدا کنیم در پشت سر رهبر انقلاب، رهبر عظیم و شأنمون حضرت امام خامنه ای. علی ابن موسر رضا، همان گونه که بدن عمویتان در عصر عاشورا اربن اربا شد، بدنش قطع قطع شد، بدن این سرباز عزیز و فداکار و گرانقدر اسلام هم در سرزمین عراق قطع قطع شد. یا علی ابن موسر رضا، خودت به ما عنایتی کن، به مسئولین ما، به عزیزان پاسدار ما، به همه ملت ما و ارتش ما و بسیج ما که بتوانن انتقام سختی را از دشمنان پلید اسلام و قرآن و انسانیت بگیرند. خدایا به محمد آل محمد، شهدای عزیز ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا به محمد آل محمد، دشمنان اسلام و انقلاب و ایران را ذلیل و خوار بفرما. به محمد آل محمد، سایه پربرکت رهبر عظیم و شأن انقلاب را مستدام بفرما. به محمد آل محمد، فرج مبارک حضرت ولی عصر را تأجیل بفرما. به محمد آل محمد، خیرات و برکاتت را روز به روز افزونتر بر این ملت وفادار، بر این ملت انقلابی، بر این ملت مؤمن و با ایمان افزون بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممنون و سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه شما برادران عزیز و خواهران گرامی. شهدا رو بدرقه کنید با لبیک یا حسین. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین 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 خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما خامنه ای امام به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما دیدار روی مهدی نصیب ما بگردان زیارت کربلا نصیب ما بگردان خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما خامنه ای امام به لطف خود نگهدار رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما دیدار روی مهدی نصیب ما بگردان زیارت کربلا نصیب ما بگردان.